سلام و درود به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید. من میثم عتیق هستم و به همراه سایر دستاندرکاران مجموعه برنامه رویدادهای امروز یک شنبه 13 فروردین 1402 برابر با 2 آوریل 2023 رو در روز طبیعت 13 به در تقدیم حضور شما میکنیم. نگاهی میندازیم به سرخط چند خبر مهم. محمود هاجرپور صاحب مغازه لبنیاتی در مشهد که به دلیل انتشار ویدیو ماسک پاشی بازداشت شده بود، شامگاه شنبه آزاد شد و به ادعای مقامات حتی حکومتی مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفته. اما تصویری به یادماندنی از پدران دادخواه انقلاب زن زندگی آزادی، پدران دادخواه مهسا امینی و محمد مهدی کرمی با حضور بر مزار مهسا همبستگی خانواده های دادخواه کل ایران رو به تصویر کشیدند. فرمانده نهایی مقاومت سپاه کاشان هم در بازدیدی که صبح امروز از حمام فین کاشان داشت خبر داد که بیش از 40 واحد صنفی در کاشان به دلیل بی‌اجابی علم شدند. جمعی از معلمان از شهر بانه هم با حضور در منزل معلم زندانی سلیمان عبدی در شهر سقز با خانواده وی اعلام همبستگی کردند و خواستار آزادی او شدند. و خبر آخر این که معلمان استان تهران اعلام کردند که از روز دوشنبه 14 فروردین به مدت 3 روز از حضور در کلاس درس خودداری می کنند و سپس تجمع اعتراضی برپا می کنند. معلمان استان تهران طی بیانیه‌ای به امضای گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران اعلام کردند در اعتراض به بی‌توجهی دولت به مطالباتشان از روز دوشنبه 14 فروردین ماه همزمان با اولین روز بازگشایی مدارس در سال 1402 به مدت 3 روز از حضور در کلاس درس خودداری میکنند و دست به اعتصاب میزنند. معلمان با انتشار این بیانیه ضمن برشمردن مسائل و مشکلات خود و مطالبات صریح و مشخصشان اعلام کردند که در ادامه همین اعتصاب 3 روزه روز پنج شنبه 17 فروردین ماه مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار میکنند. برای گفتگوی بیشتر در رابطه با این موضوع دعوت کردیم از شهلا دانشفر، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران. سلام و خوش آمد میگم به شما، ممنون که همراه ما هستید شهلا دانشفر. همونطور که اشاره کردم بیانیه فراخوانگونه از سوی این گروه صادر شده، معلمان استان تهران. از شما میخواستم بپرسم که مهمترین نکات که خیلی حائز اهمیت هستن در این بیانیه و فراخوان از نظر شما چه هستن؟ شهرها دانشفر، فکر می‌کنم میکروفون شما بسته است. صدای منو ندارید شما؟ چرا؟ الان بفرمایید. بله. خدمت شما و بینندگان گرامی سلام دارم. معلمان در پایان سال 1401 اولتیماتوم داده بودن که خواستای ما برآورده نشده و در آغاز سال 1402 اعتراضمون رو دنبال خواهیم کرد. و در واقع این پاسخی عملی در راستای این اولتیماتومیه که دادن. توی این بیانیه اعلام کردن مسئله اصلی رتبه‌بندی حقوق است و به خاطر اینکه یه طرح شکست بسته رو تصویب کردن و معلمان به اون اعتراض دارن. خاص معلمان این بود که 80% حقوق بخش اداری این بهشون پرداخت بشه و این عملی نشده. آخر سال 1401 حقوقاشون عقب افتاد، به موقع پرداخت نشد. مثلا خواستای دیگه شون پاداش بازنشستگان 1400 و دیگه طلباشون بهشون پرداخت نشد. مسئله عدم امنیت شغلی برای اون دست از معلمانی که به صورت موقت یا با قراردادهای بلا تکلیف در استخدام هستن روشن نشده. اینا خواستای معیشتی معلمانه، اما معلمان همیشه گفتن
گفتم ما اعتراضاتمون فقط معیشت محور نیست، خواستای دیگه هم دارن، از جمله مسئله آزادی معلمان زندانی، بازگشت به کار اونها، ما بازگشت به کار معلمان تبعیدی و همینجور بازگشت به کلاس دانش آموزان اخراجی و دانشجویان ستاره دار و بسته شدن پرونده های امنیتی که برای همه اینا تشکیل شده، آزادی بدون قید و شرط دانش آموزانی که محبوس هستند و یا در زندانان تحت عناوین مختلف، اینها بخشی از اعتراض این معلمان است. در این اگه خاطرتون باشد در 16 اسم معلمان فراخوانی دادن علیه حملات شیمیایی به مدارس که این هم هنوز مسببین و عاملین این جنایت آشکار روشن نشده موضوع اعتراضه. و علاوه این که معلمان خوب خواستایی دارن به عنوان یه بخش معترض جامعه، درمان رایگان رو میگن، تحصیل رایگان رو میگن و آموزش با کیفیت و فراگیر رو میگن و اینا خواستاییه که چندین ساله شعار میدن، اعتراض میکنن، قطعنامه میدن و امروز اینا همه خواستای کل جامعه است و با این گفتمان و با این سرخطا معلمان این فراخوان رو دادن. بله بسیار عالی. اما شما اشاره کردید به فراخوان تجمع سراسری معلمان در 16 اسفند ماه. به نوعی با توجه به تعطیلی هایی که به خاطر حمله شیمیایی به مدارس بود میشه گفت معلمان سال 1401 رو با اعتراض و تعطیلی مدارس به سر رسوندن و الان هم میبینیم که اولین روز بعد از تعطیلات نوروزی رو میخوان با اعتراض و اعتصاب آغاز بکنن. مجموعه این رویدادها به نظر شما چه پیامی رو از سوی معلمان رو به حاکمیت داره؟ ببینید معلمان خب یک بخش مهم اعتراضی در جامعه هستن و وقتی چنین اعتراضی رو فراخوان میدن، اونم 4 روز در واقع اعتراض، 3 روز به صورت تحصن و 1 روز به صورت تجمع و سابقه که از این مبارزات هست نشون میده که چه اتفاق مهمی. معلمان اعتراض جامعه علی فقر و تبعیض و اختلاس و دوستی هست و این اعتراض کل جامعه است و به این اعتبار معلمان در آغاز سال 1400 صدای اعتراض کل جامعه شدن، صدای میلیون ها خانواده شدن و این پیامی در دل انقلاب زن زندگی آزادی، پیامی علیه سرکوبگری های حکومت و بسیار بسیار مهم یک همچین اتفاقی دوره دور جدیدی از اعتراضات قدرتمند معلمان رو رقم میزنه. بله. اما در اینجا نگاهی هم داشته باشیم به یک مسئله مهم مربوط به همین بیانیه. البته فکر کنم که من پوزش میخوام اینجا به مطالبات همین فرهنگیان میپردازیم که بخشهایی از مهمترین مطالباتشون که در بیانیه گفتن به این صورت هست که گفتن که پرداخت اضافه کاری 6 ماهه همکاران به طور کامل و تمام تا پایان تعطیلات نوروزی و قبل از شروع کلاس ها، اصلاح آیین‌نامه قانون رتبه بندی بر اساس مؤلفه های مدرک، سنوات خدمت، ارزشیابی سالانه و ساعات ضمن خدمت و پرداخت معوقات مرتبط بر طبق قانون 31 شهریور 1400، برخورداری معلمان از پرداختی ها و رفاهیات و خدمات رفاهی همچون سایر نهادها و دستگاه دولتی، همینطور تصویب و اعمال فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری. این بخش از خواسته های معلمان هست که میخوان دست به اعتصاب و اعتراض بزنن که در بیانیه خودشون مطرح کرده بودن. اما از شما به عنوان آخرین پرسش میخواستم بپرسم شهلا دانشور، تأکیدات شما رو به معلمان استان تهران برای برگزاری هرچه قدرتمندتر این اعتصاب 3 روزه و تجمع روبروی ساختمان وزارت کشور در 17 فروردین چه است؟ تأکید من بر حضور فعال معلمان در سراسر این استان، تأکید من بر حمایت وسیع خانواده ها از این اعتراضات، معلمان صدای خانواده ها هستن، به ویژه تجمع روز 17مشون باید با استقبال و پیوستگی وسیع خانواده ها، همه بخش های جامعه، همه کارگران، معلمان، بخش های دیگه به پاسخ بگیره. معلمان نقش مهمی داشتن در طول این انقلاب علیه سرکوب ها و
و در مبارزات چند سالشون و در جلو آوردن خواستایی مثل درمان رایگان و تحصیل رایگان برای فقر و دزدی و اختلاس و همه این بساطی که حاکم هستش. به این اعتبار مبارزتشون بسیار مهمه. اعتراض، این اعتراض رو میشه در استانهای مختلف تکثیر کرد، گسترش داد و این در واقع استارت و زنگ اعتراض گسترده معلمان رو به صدا در آورد و ما قبلا هم شاهد اعتراضات معلمان در بیش از 200 شهر بودیم و این نیروی بسیج اجتماعی بسیار وسیع است. به هر حال اگه خلاصه کنم، باید بسیان تو این تجمع شرکت کرد، باید بسیان از این اعتراض حمایت کرد و توجه داشته باشیم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان یکی از امضا کنندگان منشور 20 تشکل بود با خواستهای فوری حداقلی که پلتفرم مبارزه همه مردمه. به پاس همه این اعتراضات، جایگاه این اعتراضات به امروز در شروع سال 1402 و مسائلی که این معلمان دارن مطرح میکنن باید مورد حمایت و وسیع همه بخش‌ها، دانشجویان، جوانان، همه بخش‌ها قرار بگیره. بله، با تشکر از شما شهلا دانشور، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران. اما بینندگان گرامی، پیش از اینکه برنامه رو به پایان برسونیم میخوام توجه شما رو جلب کنم به یک پتیشن اعتراضی در حمایت از معلمانی که تحت در استان گیلان تحت فشارهای امنیتی هستند. سه معلمی که از دستاندرکاران اعتراضات روز 16 اسفند در شهرهای مربوطه خودشون بودند. در پتیشنی که هست اسامی رو میبینید: محمود صدیقی پور، انوش عادلی و عزیز قاسم زاده. و در این کارزار اینترنتی نوشته شده: ما امضا کنندگان این تومار خواهان آزادی همه دانش آموزان و معلمان زندانی و مختوم شدن پرونده همه معلمان تحت تعقیب، به ویژه توقف سریع اجرای حکم سه عضو خوشنام هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان، یعنی انوش عادلی، محمود صدیقی پور و عزیز قاسم زاده هستیم. همچنین اعلام می نماییم در قبال زندانی شدن معلمان و احکام سنگین و پرونده های علیه کنشگران صنفی، مسلما حق دفاع و پیگیری و کنشگری میدانی را برای خود محفوظ نگاه خواهیم داشت. در اینجا به پایان این بخش از مجموع برنامه رویدادهای امروز رسیدیم. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه موضوعی که به بحث گذاشتیم. تا ساعتی دیگر و با موضوعی دیگر همچنان همراه تلویزیون کانال جدید و برنامه رویدادها باقی بمانید.